اصول تجارت چیست؟ سوالی که خیلی از افراد میپرسن این بحث بحث بسیار مفصلیه و در یک کلیپ کوتاه نمیتونم اینو برای شما بیان کنم چون تجارت اصول زیادی داره و افرادی که میخوان این اصول رو یاد بگیرن باید در طی کار و زمان با این اصول آشنا بشن اما سه تا اصل مهم و من به شما میگم که در تجارت اینها رو بیاد داشته باشید هر کدوم از این اصل ها بازتر بشه مفصلتر باشه و جامعتر باشه اما این سه اصل رو در یاد خودتون داشته باشید یک هر تاجری که میخواد در بازار جهانی موفق بشه باید زیاد دیده بشه شرایط دیده شدن خودتون رو فراهم کنید که در همه جا و در همه مسیرهایی که مشتری های شما میتونن شما رو ببینن دیده بشید این اصل اوله چطور دیده بشیم به چه صورت دیده بشیم گفتم مفصل صحبتش اما تمام تمرکز ذهنتون روی دیده شدن باشه خیلی زیاد دیده بشید بدون این دیده شدن در تمام جنبه های کاری شما تاثیر داره هر چقدر هم ضعیف باشید در صورتی زیاد دیده بشید شهرت پیدا می کنید و برای شما مزایای بسیار زیادی داره دو اعتماد سازی کنید برای اعتماد سازی کردن و ایجاد اعتماد در مشتری رفتارهای مختلفی باید انجام بشه مدل کار مختلفی باید انجام بشه تا بتونیم بازار رو به سمت این ببریم که به ما اعتماد کنه در اصل اولی که گفتم هر چقدر زیاد تردیده بشوید خودش عامل اعتماد سازی هست اما رفتار تجاری شما مدل رفتار تجاری شما نحوه پاسخگویی شما عامل این میشه که مخاطب شما نسبت به اینکه شما آیا قابل اعتماد هستید یا نه تصمیم گیری کنم مثال ساده قبلا بارها گفتم شما به خاطر اینکه به بنز اعتماد دارید حاضر هزینه بسیار زیادی بدید و این خودرو رو بخرید در صورت که ممکنه هیوندا مشابه این خودرو رو زده باشه و با همون امکانات اما با قیمت یک پنجم چرا مردم به بنز این هزینه رو میدن چرا دنیا این اعتماد رو بهش میکنه نحوه رفتار و تجربه و دانش و سیستم و سابقه کارش عامل این شده سه قیمت هستش آخرین پارامتری که میتوانه یه تاجه رو در این سه اصل کمک کنه قیمت هستش قیمت مناسب قیمت رقابتی نسبت به همون محصول در همون رده کیفی یعنی اگر شما محصولی دارید در رده کیفی متفاوت و نمیتونید این قیمت این محصول رو با اون محصول مقایسه کنید بله مخاطب با یه ذائقه خاص یک رده قیمتی هم مورد نظرش هست ممکنه بعضی از مخاطب ها رده های قیمتی بالای نیاز داشته باشن پس این به معنای نیستش که ارزان فروش باشید به معنای هست که قیمتتون رقابتی باشد در رده خودش اگرچه اگر شما زیاد دیده بشید و اعتمادی که داری ایجاد میکنی قوی باشه میتوانید حتی یک کالا رو گرانتر از بازار بفروشید چون این قیمتی که داره اضافه میشه هزینه اعتماد و هزینه برندسازی شما هستش اصلها رو داشته باشید تو ذهنتون مداوع مرور کنید تا در طی مراحل کارتون بتونید بهترین نکته ها رو به دست بیارید با این تمرکز و با این ذهنیت جلو برید مفصل در مورد این اصلها در بحث های بعدی صحبت میکنیم امیدوارم موفق باشید خدا نگهدار.